افزایش ازدواج های زیر سن در بادغیس نگرانی اداره امور زنان و نهادهای مدنی این ولایت را برانگیخته است. به گفته مسئولان اداره امور زنان بادغیس، بیشتر از 30 مورد ازدواج زیر سن در سال گذشته در بادغیس صورت گرفته است. در همین حال فعالین مدنی در بادغیس خواستار توجه بیشتر دولت به این ولایت محرومند. همکارم رسول عظیمی گزارش می‌دهد. مسئولان اداره امور زنان در بادغیس با برشمردن موارد مختلف خشونت هایی که بانوان این ولایت با آن دست به گریبانند، از وضعیت روبر رشد ازدواج های تحمیل شده بالای دختران زیر سن در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. مسئولان این اداره می گویند در سال گذشته بیشتر از 30 مورد ازدواج زیر سن در ولایت بادغیس صورت گرفته است. در طی سال گذشته ما 96 قضیه داشتیم. از جمله 96 قضیه ما میتونیم که 30 قضیه ازدواج های زیر سن شما گفتم ازدواج های زیر سن داشته باشیم و بیشترین قضایا برای شما پیشتر هم عرض کردم که ما کوشش میکنیم که اثر خود ریاست امورزنان به وساطت تبدیل شد، به خاطر از اینکه بادغیس یک ما مردم کسی محیطی است. او میگوید با آنکه در سالهای پسین شماری از نهادهای داخلی هزینه های هنگفته را زیر نام مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور به مصرف رسانده اند، اما سهم زنان بادغیس از این پولهای بادآورده اندک و ناچیز بوده و از سوی کمک های هم که صورت گرفته به صورت درست به مصرف نرسیده است. در این حال شماری از بانوان فعال مدنی در این ولایت رسماً عنات ناپسند، فقر اقتصادی خانواده ها و عدم آگاهی والدین از حقوق زنان و دختران را از عوامل میپندارند که خشونت های این گونه را در قبال دارند. به سن 7 ساله و 6 ساله که اینا دختران خور به ازدواج یک مرد با کمال تاسف 40 ساله 50 ساله اینا در میارن، اولی که فقر اقتصادی هم. برای اینکه یک فامیل خب اقتصاد ضعیفه او منبع درآمد خود همین دخترها رو میگه، مثلا یک فامیلی که 5 6 تا دختر داره میگن، یک فامیل دیگه او رو میگه تو پیسه دار هستی که چند تا دختر داری. با کمال تاسف تهدید مستقیم طالبان مسلح به زنان و حاکمیت طالبان به بیشتر بخش های ولسواری های ناآرامی چون بالامرغاب، آبکمری و جوند این ولایت، اما کار را بر مدافعان حقوق بانوان دشوارتر کرده. تا جایی که اداره امور زنان ولایت بادغیس زنان خشونت دیده این مناطق را از طریق تلفن مشوره می دهد.